میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. سلام مخصوص بر بینندگان محترم و اونهایی که از وقت خود مایه میگذارید و تشریف میارید در ضیافت گفتگوی خودتون شرکت میکنید و ما با نام الله سبحانه و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم و امیدواریم که در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم برسونید و بتونیم از اطلاعات و گفتار و راهنمایی و پیشنهادهای شما استفاده کنید و بقیه شنوندگان محترم هم بتونن استفاده بکنن. امروز هوای این طرف های ما خیلی سرده، حالا چطور شده 4 روز حسابی سرما اومده و درجه 20 درجه مثلا خیلی سرده دیگه. اینجا معمولا 32 درجه که میشه اون موقع هست که آب یخ میکنه، امروز 20 درجه بود، بعضی جا گفتن حتی 10 درجه هم رفته و به شدت انقدر سرد بود که اگر شما یک مقدار آبی چیزی میریختید روی زمین بیرون بعد از یه مدت کمی یخ میکرد و برای من خیلی جالب بود و یک داستانی بودش که ما در ایران بعضی وقتی میگفتیم یک شب زمستون انقدر هوا سرد بود که یه دونه از این گربه هایی که از این پشت بام میخواست بپره اون ور پشت بام وسط راه یخ کرده بود و این واقعا یه همچین حالتی هست که دور و بر ما داره انجام میشه. امیدواریم هر فصلی برای خودش زیبایی داره، هر فصلی برای خودش نعمتی داره و ما امیدواریم زمستان تمام این ویروس ها یا میکروب هایی که تو هوا هستن و این طرف ها اینا رو همه رو از بین ببره که این سرماخوردگی های ما دیگه به این شدت نباشه و به هر حال دیگه هر کسی خودشو یه جوری مدارا میکنه. ما هم سعی میکنیم با عسل، آب لیمو، دارچین و زنجفیل بتونیم خودمون رو مداوا بکنیم و میتونید شما همین کارا رو بکنید. زردچوبه هم در ضمن اون هم خیلی مؤثر هست، به ما میگن که یه قاشق کوچیک زردچوبه توی یک شیر مثلا که گرم باشه با یه قاشق عسل اگر هم تونستید یه ذره زنجفیل اینها رو قاطی بکنید و بنوشید و این یه حالت خوبی در بدن شما ایجاد میکنه و احتیاج به این دواها و این چیزایی که ثروفلو بهش میگن اینجا چیزایی که پوترایی هستش که میخوریم بدتر از حال قبلیتون میشید. این هستش که هر کس هم خوب ما بارها گفتیم طبیب خودش هست، هر کس به
اون حالت داخلی خودش بیشتر اطلاع داره و میتونه خودشو مداوا بکنه. شما میدونید که مثلا دلتون ممکنه مثلا برای خوردن یه غذای مخصوص به درد بیاد، خب اون غذا رو انسان نمیخوره. مثل اینه که یه روزی یه آقایی رفت پیش دکتر، گفت آقای دکتر هر دفعه دستمو میبرم بالا اینجا درد میکنه. خب نکنی کار رو دیگه، درد نمیکنه. یعنی برای اینا ما میخندیم، ولی واقعا توش یه حکمتی هستش دیگه. اگه میدونی درد چیه، خب اون رو دیگه دوا کن، خودت میتونی دوا کن. به هر حال ما دردمون تازگی ها این هستش که چقدر باید افرادی که اون سکان هدایت مملکت ما به دستشون افتاده، اینطوری در یک مدت زمان کمی، دو سال هم هنوز نشده که هیچی برای فروش دیگه نمونده تو اون مملکت، همه چیز فروش رفته و فلان، حالا نشستن که بلکه یه چیزی گیرشون بیاد و این حالت بزرگ دمیر بهار میاد، کمپوزه و خیار میاد داره ایجاد میشه. از تهران خبری نداریم و جالب برای ما این بودش که وقتی که اینجا روز 15 ژانویه اعلان کردن که بله این تحریم ها رفته عقب نه فلان، و کلی نطق کردن و کلی صحبت کردن و کلی صحبت های دیگه شد، همزمان در ایران ما هیچ نوع شادی و پایکوبی و دست افشانی ندیدیم. حالا نمیدونیم بوده و ما ندیدیم، یا یه عده تو زیرزمین هاشون داشتن دست افشانی میکردن، یا واقعا مردم ایران خیلی خیلی سرشون میشه که این دولت هایی که میان 4 سال یا 8 سال میمونن و میرن، اینها دیگه افرادی نیستن که بتونن واقعا سر ملت ایران شیره بمالن. یه عده‌ای هستن که از زمانهای گذشته بودن و در انقلاب هم بالاخره سهمی داشتن و حالا اونها دارن به یک حالت انتهایی دارن میرسن، و جوانهایی که ما داریم در سیستم، اونهایی که وقتی که انقلاب شد ممکنه 10 سالشون باشه، حالا 50 سالشون شده، اونهایی که 18 سالشون بوده 58 سالشون شده، اینها افرادی هستن که اون رهبری این ملت رو زیر پرچم ولایت فقیه انشالله ادامه خواهند داد. و تعداد زیادی از افرادی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، یا مثلا همون موقع کودکی بودن یا طفلی بودن، در اون زمان چون جنگ بود، عراق به ایران هم بکرده بود، از انقلاب زیاد خاطرات خوشی ممکنه نداشته باشند. ولی اونهایی که بعد از جنگ عراق، حمله عراق به ایران و شکست عراق در مقابل مردم ایران، وقتی که این شکست انجام شد و اونهایی که به دنیا اومدن بعد از اون، دیدن که مملکتشون چطور به سرعت از اون محلی که بوده خودشو به مقامی رسوند که یک کشوری که بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی دنیا بود، نتونست به این کشور حمله نظامی بکنه و در مقابل مردم ایران لنگ انداخت. متاسفانه اونهایی که به قول خودشون سیاست مدار بودند، هرچی توی مغازه بود حراج کردن و فروختن و اعتماد کردن به کی؟ به اونی که تمام این بلاها رو سرشون آورده بود از اول. و اخبار همونطور که عرض کردیم خدمت شما، ما ندیدیم تو خیابونا مردم برخصن که بله خب پولامون رو پس دادن و حالا همه چیز خوب میشه و نم این خوب شده اون یکی خوب شده، نم نرخ این اومده پایین، نرخ اون اومده پایین. خلاصه یادتون باشه آقایونی که در دولت حاضر دارید خدمت میکنید، این مردم به این سادگی دستبردار نخواهند بود. و از اون روز اولش هم گفتیم ما این هرچی که بود نقشه
انجام توافق، پرجام، ورجام، هر چی اسمشو گذاشتید، این آقایون در زمان آقای خاتمی چندین سال پیش، 12-14 سال پیش، تمام این چیزها رو داده بودن اون موقع. و به همین دلیل هم بود که آقای روحانی همیشه میگفتن ما چیزی امضا نکردیم که بریم مجلس بگیم. راستم میگفت ایشون، اینا همه رو فروخته بودن چندین سال پیش، رفتن همون چیزایی که فروخته بودن و گفتن خیلی خوب ما حاضریم همونطور عمل بکنیم. 14 هزار، نه 18 هزار، 20 هزار چرخون داشتن که داشتن اینا پنیسازی میکردن، کردنش 4-5 هزار تا، چند هزار کیلو که چیز داشتن کردنش 345 کیلو. به قول خود یکی هم میگن شده 2%، یکیشون فلان درصد، و گفتن که بله ما انقدر اینها رو هل دادیم، نه تنها همین الانه، تا 10 سال دیگه، تا 25 سال دیگه، تا نم چندین سال دیگه اینا هیچ قدرت استفاده از این علم و دانش اتمی نخواهند داشت. همش هم رو چی اصلی بود؟ رو اصلی بودش که میگفتن بله اینها میخوان بمب بسازن. جواب اینها هم آقای احمدی نژاد یه دفعه داد، گفت آقا مگه یادتون رفته یه عده از حزب الله، این افرادی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن و برخلاف قانون دارن خونه های اینها رو خراب میکنن و خونه های جدید برای خودشون میسازن، در یه جنگی با حزب الله اینا 5 هزار نفر سرباز بودن یا هر چند هزار نفر بودن شکست خوردن، و اینهایی که شکست خوردن 200 تا بمب دارن، 200 تا کلاهک دارن، 200 تا اسلحه اتمی دارن. البته خودشون هیچ وقت نمیگن نداریم و نمیگن هم داریم. حالا اومدیم ما اگه داشتن این 200 تا اسلحه اتمی چه گلی به سر اینا زد؟ چه گلی به سرشون زد که ما ایران بخواد یه دونه بسازه؟ ایران میخواد یاد بگیره که صنعت اتم چطوری انجام میشه. از صنعت اتم ایزوتوپ های طبی درست بکنن، عوضی که برن بخرن یک مقدار پول بدن، خیلی خیلی ارزونتر خودشون درست کنن، در ضمن صادر کنن. اینها چیزهایی هست که تمام دنیا لازم داره. اونهایی که هیچ وقت چشم دیدن اینو ندارن که مردم ایران، جوانهای ایران، صنعتگران، کارگران، پژوهشگران، استادان، اونهایی که کار علم و پژوهش و صنعت دستشون هست، دستیابی به صنعتهای جدید پیدا بکنن و در دنیا غنی بشن از دست این افرادی که هنوز به ما به قیافه اون لنگ به سرها نگاه میکنن و همیشه هم میگن رگه، به زبان انگلیسی رگه، یعنی برای شما هیچ ارزشی قائل نیستند. هر چه قدم اینا سنگ اینو به سینه‌شون بزنن که آقا ما نجات پرست نیستیم، ببینید چه بلایی سر همین رئیس جمهورشون که سیاه پوسته آوردن تا حالا. ببینید آقای ترامپ چه حرفایی داره میزنه. 64% از مردمی که جمهوری خواستن از ایشون دارن پشتیبانی میکنن. چرا؟ ایشون گفته بله ما این مسلمان ها رو که نه از فلان جا هستن نه بر را بگیم، همه گفتن موافقی، تو خیابون را میریم. وای به حال خانومایی که مسلمانن، چنان تحت فشار هستن که اینا خب بالاخره حجاب دارن دیگه، این حجابی که از مشخصات یک مسلمان مؤمن هست، چه مرد باشه چه زن باشه. بعد تمام این اتفاقات داره انجام میشه. تا همه اینها رو گفتیم، تا شبی که آقای اوباما گزارش سالانه امریکا رو میخواست بده، 2 ساعت قبلش، 3 ساعت قبلش یا 4 ساعت قبلش، 2 تا قایق جاسوسی امریکا وارد آبهای ایران میشن مسلح،
همه عکساش هست، برید و ببین. نیروی دریایی ایران شناسایی میکنه و همه اینها رو دستگیر میکنه و میبره به ساحل، بهشون قضا میدن، بهشون جا میدن تا بررسی بشه ببینید چی کار داشتین اینجا. در همون زمان تمام اطلاعات دنیایی هست که بله آی داد بیداد تکرار چیزهایی که در سال 79 شد، اینا باز دوباره گروگان گرفتن، آی داد بیداد این ور او ور. بعد آقای اوباما هم در اون سخنرانی اون شبشون اشاره به این چیز نکردند. حالا کی هول داده این دوتا قایق رو که بیان تو آبهای خلیج فارس ایران؟ شمایی که ادعا میکنین بزرگترین قدرت نظامی دنیا هستید، یک بار بیایید یه حرف حقیقت بزنید که مردم بگن خب آقا اینقدر دروغ اینا گفتن، بده یکیشو درست بگم. یک بار در عمرتون بیایید بگید بله آقا جون اینطوری بوده. الکی یکی گفت موتورش نم از کار افتاده، یکی گفتم اینش هوا شده اونش هوا شده. سلام عرض کردم. سلام از ما عرضتون بخیر. خیلی خیلی خوبم، خیلی خوش آمدید. قربون شما، سلامت باشین. از امروز یه حضرتایی بکنم خدمتون. تشکر زیاد. ما میگیم همیشه هر روز ما روز جدیده، هر روز ما نوروزه، چون هیچ روزی شبیه روز قبل و بعدش نیست الحمدلله. بله ضرب مثل میگن گاف کیپ نیکوت. البته ما جی او دی دیگه نمیدونیم، الله همیشه به بندگانش روزهای خوب میده الحمدلله، ما باید بدونیم الحمدلله. بله سلامتی خوب هستم. میخواستم موضوع باید مطرح کنم یه مطرح این داستان تروریسم ها داشت که ببینید چرا همه جامعه قربی ما رو به چشم تروریسم میبینند، از طور که خودشون اولین و بزرگترین و مجهزترین و میگن حاضرترین تروریسم های حال امروز هستن. کاملا صحیح میفرمایید. اتفاقا چند روز پیشا بود یه آقای هست به نام فرید زکریا، ایشون یه برنامه داره و در این برنامه چند نفر رو آورده بود و یکی از این افراد راجع به ایرانیا صحبت میکرد که چرا این ایرانیایی که اینجا بودن و تروریست بودن اینا رو شما آزاد کردید. و برای من خیلی جالب بود که این آقای زکریا برگشت گفت خیلی ببخشید، اینها تروریست نبودن، اینها افراد معمولی بودن، اینجا اومده بودن برای تجارت و شما برخلاف این که مثلا خلافی شده فلان شده اینا رو گرفته بودن که چرا شما این قوانینی که گذاشته بودیم شما اشکال پیدا کردید و شکستید این قوانین رو و در زندان بودن. بعدن که دیدن این حرفا بی خود بوده اینا همه تبرئه شدن. چرا به هر کسی که ایرانی هست یا هر کسی هستش که مسلمان هست دارید تروریست خطاب میکنید؟ بعد این شخص هم یک کاری هست تو این منطقه ما، یا در نیویورک تایمز داره کار میکنه یا در واشنگتن پست کار میکنه، اسمش هم یه اسم جالبی هم بود. بعد پیدا کنم اینو در برنامه دیگه اعلان میکنم برای همه شما که ببینید و بدونید که این امریکایی ها خطشون رو از افرادی دارن میگیرن که شماها رو جز یک مشت وحشیه ندانم و فلان و مثل چطوری بگم به شما دارن نگاه میکنن، برخلاف این که مثلا اونهایی که بدترین کارا رو میکنن تبرئه میشن و دزدی های بزرگ میکنن، اینا بهشون کاری ندارن. مردم ما که اینجا اطاعت میکنن، بهترین کارا رو ایجاد میکنن، خدمت میکنن به این جامعه، اینها رو همه رو تروریست دارن صحبت میکنن. اصلا به این خدمتون افرادی که دخالت میکنن تو امور سایر ممالک از نظر حقوق بشر، از نظر آزادی، دموکراسی، این خودش یک نوع تروریسم مدرنه. برای که اون جامعه‌ای که حالا میتونه میدویست باشه، افریقا باشه، هر کجا این کره خاکی که
اینا بر اساس تعادل فکریشون حقوق بشر رو اونجا نمیبینن یا آزادی رو نمیبینن یا دموکراسی رو نمیبینن، چون اون جامعه با اون فرهنگ آمیخته شده. مگه ما اختلافات رو در عراق ندیدیم، در مصر ندیدیم، در لیبی ندیدیم، در هر کجایی که اینا دست گذاشتن که عدالت بیارن، حقوق بشر بیارن، خرابکاری کردن. یعنی فاجعه شد. هنوز در مورد امنیت در عراق نیست، در لیبی نیست، در مصر نیست. بله برام بابا یه نفر که خسته از آن رسیده بهش میگیم بگیم برداشت. بله این کاملا خیلی قشنگ شما شرح دادید و موضوع این هستش که امریکا، باز داریم میگیم امریکا، امریکا از 385 میلیون جمعیت یا 335 میلیون جمعیت تشکیل پیدا کرده، یه قشر خیلی کمی اونهایی هستن که تمام رسانه ها دستشون هست، تمام اتاقهای فکری دستشون هست، تمام سیاست ها و اون چیزهایی که باید انجام بشه اینها دارن اداره میکنن و درست میکنن و میدن جلو. اینها به هیچ وجه، به هیچ وجه نیت خوشی برای ملت های دنیا ندارن، نه تنها اون، به ملت خودشون هم ندارن. ببینید این آقای اوباما حالا 8 سال شد اومد، تو این 8 سال بزرگترین ضربه اقتصادی به امریکا خورده بود. از موقعی که ایشون اومده تا حالا این ضربه اقتصادی که زده شده بود ترمیم شده، تا جایی منفعتش به من و شما نرسیده، منفعتش به هم اونهایی رسیدی که این ضربه رو زده بودن. بله پیگیری کرده بودن. بله به اونا همش منفعتش رسیده. پس به چه نتیجه میرسی که حتی این مملکت دیگه مملکتی نیست که از مردم برای مردم به وسیله مردم داره اجرا میشه؟ و چه دموکراسی میخوایی ببری، به کی بفروشی، کجا میخوایی بکنی؟ مشکل اصلی و واقعی رو شما دست گذاشتین روش که همون رسانه ها باشه، و من معتقدم اگه دست رسانه ها و این شبکه های خبری قطع بشه دنیا آرامش بهتری رو داره. یعنی ما قدیم الایام گفتیم بی خبری خوش خبری. وقتی من اطلاع نداشته باشم که در کجای دنیا چه فاجعه‌ای داره پیش میاد، جامعه خودم رو راحت‌تر و آروم‌تر هدایت میکنم، تا اینکه زیر تشنج روحی و فکری یک جای یک گوشه از این کره خاکی باشم که هیچ کاری از دستم برات نمیاد، ولی داره بهشون گم میشه. چون برای مدام CNN خواب تمام این رسانه های خبری همجوری که فرمودین طبق نظر و طبیعه خودشون اونجوری که دوست دارن حکم میزنن خبر رو و میخکوب میکنن که شما باید این خبر رو ببینید، چیز دیگر نباید ببینید، یا مهم نیست، یا اگر ببینید کار نمیتونی بکنید. درسته. داشتن یعنی بویکات کردن این خبرها و نخوندنشون، مطالعه نکردنشون، نگاه نکردنشون بهتر، راحتتر مردم ها میتونن به زندگی خودشون برسن، حداقل در جامعه خودشون انسان باشن، به هم نوع خودشون دوست نکنن، به همسایه خودشون بدی روا نکنن، کسی که میاد جلوشون سلامده که مهربون میکنن ولی جذبات و باطنشون اصلا کر نمیکنن، اهمیتی برایشون نداره که این مشکل داره نداره چجور انسانیه. همه چی شده تظاهر، تظاهر دنیای دست گذاشته به همین فشار میده و مردم همه رو آلوده این فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و هر چی که اسمش رو داریم، وایبر و بدآموزی که خیلی راحته. بله همین رو میخوام بگم، بدآموزی یعنی اینکه من اون رو سریعتر یاد میگیرم. یادتون باشه شما زمانی که این تقدم برای شب امتحان یه جورایی میدونین که سوال چی میاد. بله برای همون داریم اونو میریم که با میاد. بله
چون اون تمرکزی که شما گذاشتین رو پیدا کردن نکات مهم و کلیدی که فردا ازتون خواهم پرسید، تا شما یه روش و ذکاوت خاصی دارین که دارین تقلل اون کار رو میبینید. برامو از این کتاب رو باز بریمیستید دیگه. درسته. اگه شما مطالعه نکردین، اگه شما اطلاع کافی ندارین، تقلب معنی نمیده. کاملا صحیح. زمانی تقلب میکنی، نوت برمیگردی که احساس میکنی این نکات مهمن، این نکات باید بدونم. همون که مینویسیش خوبه. چون حداقل یک بار نوشتی از یادش میگی. حتی اگه سوال نیاد. بله، من فقط اینو میخوام بگم که به خودتون یه مقدار نگاه بکنید. ببینید تو همه ما ببخشید یه چیزی هستش که ما امکاناً فساد میخوایم داشته باشیم. یادتون باشه وقتی ما یه زبون خارجی بلد نیستیم از یکی میخوایم بپرسیم، میگیم که این حرفای بد اون زبون خارجی رو به من یاد بده. هیچ وقت نمیگیم چیزای خوبش رو به من یاد بده که بتونم حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی ما اون ضعف‌هایی رو که در تمام وجودمون هست رو یه از اون دارن استفاده میکنن و ما رو به دست خودمون یه تیشه دادن که بریشه خودمون بزنیم. ولی من یه خبر خوش دارم برای همون بینندگان عزیزی که با ما هستن همین الانه، و اون این هستش در آمریکا یک شرکتی بود به نام الجزیره، یه شرکت خبری بود. این شرکت خبری اومد و یه سیستم الجزیره آمریکا درست کرد. تازگی اطلاع دادن که این شرکتی که به نام الجزیره آمریکایی هست یواش یواش داره درشو میبنده. چرا؟ برید ببینید، حالا زن میتونید ببینید موجی های برنامه، افرادی که گوینده هستن اونجا. یک زمانی همه اینها افرادی بودن که به اینجا ارتباط سیاسی و اجتماعی یا زایونیستی نداشتن، ولی مثل که این انقدر پر شد که حالا قراره چیزیشو بکشن که دیگه نباشه. پس بنابراین حرف شما صحیحه، تمام رسانه ها دست افرادی هست که مغرض هستن. غرضشون این هست که شماها افرادی هستین که بهتون یه اسم مخصوص میدن، به انگلیسی میگن جنتایل، به فارسی میگن گویم. ما این رو یه دفعه گفتیم، یکی اومد گفت آقا این که حرف بدی نیستش. یعنی این چیز مثل این هستش که من به شما یه چیزی بگم، آخو در امریکایی ها به آقایون سیاه پوست به زبان لاتین سیاه یه چیزی هست با ان شروع میشه، اینو من بگم فردا میان منو میگیرن که شما بی احترامی کردی. نباید این حرف رو بگیرن. پرانتز باز بکنیم اگر اجازه بدین، اما در جزیره‌ای که فرمودین الان با 500 میلیون دلار سرمایه ورشکست شد، اصلا خود پایه الجزایر چجوری به وجود اومد؟ بفرمایید. با کسی که از بن لادن شروع کرد، با نوارهای صوتی که دنیا رو تبخیر کرد که من تنها کسی هم که میتونم خبری بدم که شما نمیدونید این آقا کجای دنیا تو کدوم قار قایم شده، ولی من بیزینسو دارم، سوسشو دارم. از همون بنیان الجزایر خودش فساد اول خبری بود. چرا؟ چون هی میخواست بگه فقط نرم که لینک دارم. اگر شما لینک دارید به یه جایی که اینقدر ایجاد خطر میکنه برای جامعه، خودتون منبع خطری. اصلا الجزیره در قبال CNN و فاکس نیوز قد علم کرد به خاطر یونیک بودن این خبرها. اگر این خبرها نبود، آقای بن لادنی نبود، نمیدونم طالبانی نبود، این نبود، این تحقیقا نبود، الجزیره که میشد هم یه شبکه تلویزیونی که هیچ کس نگاه نمی کنه. باریکلا. چیزی نداشت که میشونده. مثل این روزنامه الشرق الاوسط مال کدوم عربه که برای ما شده صدر خبرها. همه اینا، همه شون. یعنی شما از ای توزه نمیخوام ایت ببرم. همه شون فقط انحراف فکری میدن به یه سری انسانهایی که هم خرد کافی ندارن، هم مطالعه ندارن، همین که بینش سیاسی ندارم. کسی رو میشنوم میخوام اظهار نظر بکنم. بله. بعد این بله از هر 100 نفر 99 نفرشون جز همین افرادی که بی اطلاع و بی خرد فلان هستن، منم یکی. این هست که آزاد شدنه. بله. شما رو آلوده این شرکت خواهی. شما وقتی در انگلیس تشریف ببرین یه
سیستمی هست، یعنی یه سری انسان هایی هستن که نوکیوی هست، یعنی در انتهای زندگیشون تلویزیون در منزل راه نمیدن. باریکالله. شما زمانی که کیبل و تیوی رو به خونه خودتون راه ندین و هر چیزی که میخوان داریم بخونیم، داریم روزنامه در بیاریم، کتاب در بیاریم، پاراگراف در بیاریم، فیس تو فیس، شما لندن تشریف ببرین به مکانی هست به اسم هایپر کورنر. بله، رو صندلی وای میسن. شما میدین یه تونه صندلی میذاریم دوبار بالا، میگین آقا من مخالف آقای ایکسم، مخالف فلان وزیرم، مخالف فلان طرحم، مخالف آقای پوتینم. هر چی که به نظرتون میرسه. دو نفر، هفت نفر، صد نفر، هزار نفر وای میسن به شما بحث میکنن. بله. یا گوش میکنن یا بحث میکنن. زنده واسطین اونجا، یا اطلاعاتش داری که واسطین میتونی جوابگو باشی یا این که نداری. بله. کشن پایین یکی از شما بهتر اونجا هست که اطلاعاتش دقیق تره. بله بله. اصلا کل نظام انگلیسی شما نگاه کنین بهش میگن شد و گوانه. بله. بله. وزیر کشاورزی، وزیر آموزش پرورش، وزیر امور مالی یه شادو داره. اون حزب مخالفشه که نتونسته قدرت رو بگیره یا میشه بالاتر آقای وزیر کشاورزی چیکار داریم میکنیم؟ این چه تغییر داره؟ اونجا چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ برای وقتی رسید به منافع انگلستان، همونی که نظر میخواهد شعبان یه روز بکشید سرش باش یکی میشه. بله من، بله من همین جای اشکال دارم با همین انگلیسی ها که اینها بزرگترین فجایع دنیا را انجام دادن. بله بزرگترین بله کجای زمان هزار سوم شما یک کشوری رو میبینید که مستعمره داشته باشه در این دوره از زمان. بله خب اینا بود که خود شد، اسپانیا بود که مخ شد، آخه اسمشو عوض کرده منافع مملکت سلطنتی، یعنی کانادا رو جز خودشون میدونن، استرالیا رو جز خودشون میدونن، نیوزیلند رو جز بعضی جاها رو مستقیم، جای دیگر رو غیر مستقیم، و هیچ وقت هم این انگلیس ها از مردم ایران معذرت نخواستن، خسارت ندادن به 10 میلیون جمعیت ایران که کشته شدن از گرسنگی. قحطی ایجاد شد به وسیله انگلیس ها در ایران بین سالهای 1917 تا 19، دو سال در ایران قحطی ایجاد کردن، 10 میلیون جمعیت رو کشتن، و بقیه فجایعی که انگلیس ها به بار آوردن، ما همیشه از انگلیس ها بد خواهیم گفت، چون اینها هیچ وقت هیچی نداشتن که قابل خوش گفتن باشه. حتی اون جایی که در هایت پارک دارن و گوشش یکی بلند میشه وای میسه یه حرف میزنه، اونم برای نمایشه. نمیتونه یه انگلیسی باشه، میتونه شما باشه، میتونه یه چونستی باشه، یه پرامتری باشه، یه امکاناتی هست برای کسی که بتونه افکارش رو تو جامعه تداوم. ولی خب همونطور که اشاره فرمودید، اگر کار به جایی بکشه که امکاناً پایه های سلطنت انگلیس، اون خانواده وینزر، این جنایتکارهایی که از هیچ جنایتی تا حالا خودشون رو چیز نکردن، با کشتن ملکه خودشون خانم دایانا یا بقیه چیزها، و حتی رفتن به دادگاه و ثابت کردن که ما نکردیم، و حالی که همه میدونن اینا کردن، یه اسلحه‌ای هستش که میتونه شماره که جایی که نشستی از راه دور حرارت بدنتو به جایی برسونی که خونت به غلیان بیاد. این کارا رو کردن، اینا رو کشتن و گفتن نکردیم. والا خودشون میگن یه کسی دارم به اسم جیمز باند، میگم یعنی اینا به هیچ وجه خجالت نمیدونن چی باشه. استاد دنیا رو گردونن، استاد تمام پروژه‌ای هستن که 25 سال یا 30 سال دیگه میخواد جواب بده. خب حالا چرا ما اینو قبول داریم میکنیم؟ برای این که قبول نمیکنیم. ما این چیزی رو قبول نکردیم. فشاری که یه بالون میاد. بله بله. در ضمن ما میبینیم رئیس جمهور حال ایران اسمش بوده یه چیزی دیگه، رفته در انگلیس تحصیل کرده در اسکاتلند،
اسمشو عوض کرده اومده ایران. یعنی چی؟ شما میدونستید این رو؟ شورای نگهبان کدومه که صلاحیت میده یک تا از اینا؟ بله من میخوام ببینم شما اطلاع دارید که اسم ایشون حسن فریدون میدونم. بله ایشون ولی موضوع هم از بکران چکه که شورای نگهبان میکنه چی رو پس چک میکنه؟ بله همین رو میخوایم سوال کنیم از شورای نگهبان که وقتی که کسی اسمش حسن فریدون هست و میره اونجا در اسکاتلند حسن روحانی از آب در میاد و اینو کسی در ایران یا نمیبینه یا نمیخواد ببینه یا جزء سیستمی هست که نباید دیده بشه ولی این شخص هنوز یه برادر داره که به نام فلان فریدون هست که میره پاریس در گزارش هایی که دادن در این صحبت هایی که میشده سهمی داشته حضوری داشته. خب یعنی چی؟ ما میدونیم، ما میخواییم شما بدونیم، ما میخواییم به همه بگیم بیایید مملکت خودتون رو به دست بگیرید، مملکت مملکت شماست. تا جایی که بگی به من چه، خب اونی که بگید گفت به من چه من میرم. امام خمینی همیشه گفته بود در صحنه حاضر باشید، فردا نیاید بگید آقا اینو برای من تصمیم گرفتن. میگه خب خودت کجا بودی؟ من خودم خورخور داشتم میکردم. حالام شده به اونجا رسیده که یه عده خورخور کردن، یه عده اومدن الکی حرفایی زدن گفتن بله اگر ما قبول نکنیم فردا حمله میکنن. امریکا قدرت حمله به هیچ کس رو نداره چه برسه به ایران. اون افرادی که در فلسطین دارن زندگی میکنن اونا بودن هی میگفتن اگه شما نریم ما میریم، اگه شما نریم ما میریم، اگه شما نریم ما میریم. این اوباما هم گفت بلکه اینا راست میگن، اومد اینم حالی اینا کرد گفت ببینی اگه شما قبول نکنید اینا حمله میکنن به شما، مجبوری ما بیایم فلان کنیم به ما کنیم. ولی آخر کلام نیست همین روزی، ادامه داره، این ادامه خواهد داشت. موج که این موج برای خودش عواقع میزنه. الحمدلله خیلی تشکر از حضور شما. چند وقت تشکر از خیلی متشکرم نبودی چند وقت خلاصه ما رو خیلی خوشحال کردی. سلامت باشین. خدا حفظتون. مرمز یاد جانه. خدا نگهدار. لطفاً. بله دوست عزیز چند وقت بود نبودن ولی خب خیلی خوشحالیم که ایشون اومدن و صحبتهایی با ما کردن و تشکر میکنیم. بله ما سه تا چیز داریم اینجا نوشیم اینو چند لحظه بتونیم باهاتون صحبت کنیم. یکیش راجع به یک سگ نگهبانی بودش که در راه خدمت کشته شد. این در یکی از ایالت‌های جنوبی امریکا بود، نمی‌دونم در فلوریدا بود، تکساس بود، یکی از جای آریزونا بود، یکی از اینجا بود. اونایی که می‌دونید به ما بگید یا به بقیه بگید. و قضیه اینطوری بودش که یک سگ با اون پلیس همراهش یه گشتی داشتن می‌زدن و چیزی، بعد این سگ احساس میکنه یه جای خبری هست و میره اونجا، میپره اونجا و وقتی که سگ رفته پریده اونجا اون پلیس همراهش اون چیزشو ول کرده بود، اون پوزه بندشو ول کرده بود، نبوده نزدیک اون. این پلیس همراه تق 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 صدای گوله میشنوه، میدوه اونجا، میبینه سگ افتاده اونجا و مرده و دنبال اونی که اینو کشته میگرده و فلان فلاسه، تا اون موقع پیدا نکرده بودن ولی اطلاعاتو در سراسر امریکا پخش کردن و این پلیس انقدر متاثر بود، انقدر متاثر بود که در یک صحبتی با یک رسانه خبری گفت من میخواستم، آرزو داشتم که من گلوله بخورم و بمیرم نه سگم، انقدر این سگو من دوست داشتم، انقدر فلان بود، انقدر فلان بود و بیمارو. بعد این خبر در همه جا پیچید و یه روزی که یه تشییع جنازه دادن برای یه سگ، یه سگ رو براش تابوت درست کردن، روش پرچم امریکا انداختن و با تشییع جنازه بردن در یه جایی که سگ ها رو دفن میکنن و تیرهای احترام در کردن. بعد این شخصی که با این سگ کار میکرد، این پلیس، اون پرچمی که روی این
تابوت انداخته بودن تا کردن و فلان و آوردن با احترام دادن به اون، اینم گرفت بغلش کرد اینطوری، و از تمام ایالت های مجاور هم اومده بودن. خب ما اینو دیدیم. بعد جنازه اون بچه‌ای که در ساحل اروپا غرق شده بود، یه بچه 3 ساله 4 ساله بود، اونم دیدی. بعد برای ما یک اشکالی پیش اومده، آیا این مردم امریکا 380 نفرشون 358 نفرشون میلیونشون، آیا اونا ندیدن این جنازه بچه رو؟ آیا اینا دست ندارن در اون شلوغ کردن اون منطقه که این مردم تو خونه خودشون نتونن بمونن، مجبور بشن بیان بیرون، مجبور بشن به هر دری هست بزنن، توی آب غرق بشن؟ خیلی ها غرق شدن، خیلی ها غرق شدن، ولی این عکس این بچه کوچولو که اینطوری تو ساحل بدون هیچ حرکت افتاده بود در تمام دنیا پخش شد. فکر میکنید کاری شد؟ نه. فکر میکنید امریکا در رأس تمام اینها که خط از کجا میبره؟ خط از اونهایی میبره که سالهای سال سرزمینهای فلسطین رو غصب کردن و همش میگن ما میخواییم صلح بکنیم و به هیچ وجه حاضر نیستن صلح بکنن، و هر دفعه میگید خب صلح میخواید بکنیم، میگم برای ما حاضریم، اون طرف حاضر نیست. و هیچ کس هم تا حالا نگفته صبر کن ببینم آیا هنوز شما در جنگ هستی؟ یعنی از سال 1945 یا 50 یا هر وقتی که اومدید به این منطقه تا حالا هنوز در جنگ هستید؟ اگر صلح هنوز نکردید، بعد صفحه جنگ اگه بازه، خب همه میان با شما بجنگن. اینا میان نه 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 نه، اون صفحه اونطوری نیست که بازه، ما میخواییم صلح بکنیم. 60 ساله دارن صلح میخوان بکنن. چقدر فلسطینی کشتن برای خاطر بودن خودشون، چقدر فجایع در تمام دنیا ایجاد کردن. همین قضیه توی سوریه رو کی ایجاد کرده؟ همین قضیه های جایی دیگه، کردستان رو کی ایجاد کرده؟ همین قضیه دیگه که در لیبی بود کی ایجاد کرده؟ اونایی که در یمن هستن رو کی ایجاد کرده؟ عراق رو چی کار کرده؟ همه اینها و برای یک سنگ چه قشقریقی به پا میکنن، چه افرادی گریه داشتن میکردن. شما اگر انسان هستی، آیا وظیفه اول شما برای انسان ها نیست؟ برای سگ و گربه است؟ این چه تمدنیه؟ چه تمدنیه که اینقدر انسان در دنیا کشته میشه هر روز به دست شما، مستقیم و غیر مستقیم، و حاضر نیستید، حاضر نیستید از اعمال بد شیطانی خودتون دست بردارید. و حتی وقتی که یکی میاد میگه شیطان بزرگ، به همه بر میخوره. بعد حالا میبینیم نه بابا، اینم درست بوده. وقتی که فریادهای مرگ بر این مرگ بر این میکنن، همه میام میگه آه فعلا این حرف رو نزنید، حالا ما دوم مولای تل است. نه، دوم به اوناست که لای تل است، شما دومی نداری که لای تله باشه. این یکی هم دنبشون تو تل است، نه شما. یه مملکت بزرگ هستید، خودکفا هستید، احتیاج به شکلات آدامس نداری. هر چی هست اونجا دارید، ولی برای چی میایید مملکت رو میفروشین به همه؟ برای چی میایید یه چیزی رو امضا میکنید، بعد در تمام این مدت زیر پرده داری نقشه میکشید که چطور دولا بشی در مقابل اینها؟ بعد با 50.3% رأی اومدید جلو. حالا تمام قدرت های دنیا، در خصوص زاینیست های دنیا، دارن کمک میکنن که این آقای روحانی در
انتخابات مجلس بتونه به یه جایی برسه، انتخابات خبرگان به یه جایی برسه، یعنی در بست تمام گرفته ها و به دست آورده های انقلاب از اون سال تا حالا که 30 خورده ای سال داره میگذره، 1979 بود دیگه، 36 سال، 37 سال، تمام پیشرفتایی که شده، تمام اطلاعاتی که جمع آوری شده، تمام اون علم و دانشی که به دست اومده، همه اینا رو میخوان بکوبن تو همدیگه. بعد وقاحت رو ببین، آقای اوباما میاد و اعلان میکنه که بله ما امروز تمام این چیزهای ایران رو دارایی های ایران رو ما داریم اجازه میدیم که برگرده و ما امیدواریم که یک نوار کوچیک ما داشتیم اونجا، دست شما رسیده که اینو حالا پخش بکنید. بله این 2 دقیقه است مثل که نه دیگه من صحبت نمی کنم. قصه شهرزاد داستان ما مثل قصه های 1001 شب است، اما 1001 شب زجرآور. نزدیک به 5 سال است که او از زندان دمری آمریکا آزاد شده. داستان زندگی او را خیلی ها می دانند. اما چه بر سر خانم شهرزاد میرقلی خان گذشت؟ یه فاجعه. مدت 5 سال زندان خیلی سختی های بسیاری بود. میندازن تو زندان، بعد اتیکت تروریست بودن بهت می چسبونن، بعد از خونه و خانواده و بچه و فرزند دورت می کنن، تحت انواع فشارها قرارت می دن که اون غرور تو، اون انسانیت تو بذاری زیر پا. تهدیدهایی که میکنن، مثلا اگر که همکاری نکنی 65 سال زندان بهتون میدی، نحوه این که مثلا حالا اون دستبند زدن و زنجیر و... شهرزاد میرقلی خان با اتهام واهی خرید تجهیزات نظامی برای کشورش دستگیر میشود. او در زندان حتی از اولین حقوق انسانی خود نیز بی بهره و در بند جانیان و خلافکاران حرفه‌ای محبوس می شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد 10 تفنگدار آمریکایی دستگیر شده رها شد. بردم توی اتاق، گفتن هر چی داری درا رو دستبند رو باید بزنیم به دست، تحت حکم بازداشت تو داریم. از اونجا منو بردن زندان میامی، 18 ماه که اصلا انگه آفتاب ندیدم. این قل و زنجیرهایی که به من مینداختن، مثلا من خودم یه آدمی بودم که کلا 55 کیلو وزنم بود، مثلا 5 کیلو این زنجیره رو دور کمرم مینداختن که دستبند رو میکردن توش، با اون زنجیرهای پام 10 کیلو زنجیر فقط به من میکردن.
مشخص بود که آقای کری تماس گرفته با آقای ظریف، درخواست آزادی نداشته. بله، من خیلی ببخشید که این یه چند لحظه ما این نوار رو نگاه کردیم. خب شما هم دیدید دیگه چطور رفتار مردم متمدن ایران، تمدن به فکل کروات نیست، به بوی اتکلون نیست. تمدن به این میگن که وقتی که یک دشمن، دشمنی که قسم خورده برای نابودی شما و مملکتتون دوتا قایق جاسوسی میفرسته و اینها تو تله میفتن، فکر میکنن مردم ایران خوابن، شبانه میان اینا، میرسن اونجا شناسایی میشن، میبرنشون به ساحل، غذا بهشون میدن، آرامش بهشون میدن و میگن وایسی تا صبح بشه، تا تکلیف شما روشن بشه. صبح که میشه، برای خاطر این که به بقیه نشون بدن که ای مردم دنیا، ما جنگ طلب نیستیم. حتی قایق‌های جاسوسی شما هم که میاد وارد آب‌های ما میشه، ما میگیریمشون بدون آب و بدون خوراک و بدون چیز، بدون قول زنجیر بهشون مهمان نوازی میکنیم. و یک خانومی هم جزو اینها بوده، بهشون هم یه روسری داده بودن، ایشون هم خودشون رو پوشونده بود. بعد صبح همه اینها رو آزاد میکنن، قائله تموم میشه. اونهایی که انتظار داشتن این قائله طولانی بشه، تیرتون به سنگ خورده. ما میدونیم کیا هستید، شما همونهایی هستید که یه قایق امریکایی به نام لیبرتی رو زدید در آبهای مصر و سلام عرض کردم. یک لحظه فرصت بدید به من. بله، زدید این قایق لیبرتی رو وقتی که میخواستید حمله بکنید به مصر و هیچ وقت تا حالا غرامتی بابت این کار ندادید. سلام عرض کردم، بفرمایید. سلام علیکم آقای استادی. علیکم سلام. من عزیزی هستم، از میلان تماس میگیرم. آه سلام علیکم، بالاخره تونستید. الحمدلله. نه متاسفانه من هنوز موفق نشدم که برنامه شما رو زنده ببینم. من بعد از برنامه میتونم، من هفته پیش همین مشکل داشتم، حالا نمیدونم مشکل از حالتم لپتاپ من شاید باشه نه از سیستم. اما هم حالا یه سوالی داشتم، دوست داشتم نظر شما رو بدونم. من سوالام میپرسم، این تحرکاتی که عربستان سعودی اخیرا انجام داده، از قبل انجام داده، جدیدن خب بیشتر انجام داده بر ضد ایران، این دولت جدید، خب آقای روحانی دیدیم که جدیدن یه واکنش نشون دادن که خب ایشون گفتن که اگه لازم باشه سر وقتش ما خب واکنش نشون میدیم، اما فعلا داریم تحمل میکنیم. آقای ظریف هم تو مقاله‌ای که توی نیویورک تایمز داشتن با نام سعودی عربی از ریکلس اکسترمیزم، ایشون هم یه تهدید جدی کرده بودن عربستان سعودی که خب بالاخره این صبر و تحمل ما طاقتی داره، یه طرفه نمیشه همیشه صبر کرد. من خواستم نظر شما رو بدونم، حالا تحلیل شما رو، که آیا امکان اصلا برخورد و مثلا حالا بعد از اینکه برجام هم اجرایی شده و بالاخره روابط ایران و آمریکا یکم شاید بهتر از قبل شده، شما فکر میکنید که امکان داره برخوردی پیش بیاد بین عربستان و ایران یا نه این دو تا کشور هم حالا میتونن مشکلات خودشون از طریق گفتگو و مذاکره حل بکنن؟ اگه تحلیلتون رو بفهمید ممنون شم. من بحث میکنم، میتونم شب گوش بدم چون متاسفانه آنلاین نمیتونم الان صدای شما داشته باشم. بله اگر بخواید وایسید همین پای تلفن میتونید صدای منو بشنوید. باشه، من اگر... چند دقیقه بله صبر میکنم که مزاحم دیگر افرادی که این کار تشکر میکنم، چند دقیقه صبر میکنم گوش میدم. بفهمید شد لطفی. ببینید عربستان تعداد جمعیت عربش، توجه کردید؟ من نمیدونم چند میلیون جمعیت در عربستان زندگی میکنن، یکی میگه 7 میلیون، یکی میگه 15 میلیون، یعنی جمعیتی که عرب هستن، یعنی اونهایی که از اولش در این منطقه که به نام حجاز بوده زندگی میکنن، ممکنه 15 میلیون جمعیت باشن. این 15 میلیون
بیشترشون بفخورهایی هستن که پول نفت رو دارن استفاده میکنن، بقیه زحمت کشاشون شیعایی هستن که تمام این نفت از مراکز اینها داره استخراج میشه. عربستان باید سرباز اجاره کنه تا بتونه به ایران بجنگه. عربستان در مقابل ایران یه روز هم نمیتونه بیسته. این برای ایران مشخصه، برای تمام اونهایی که اونجا هستن مشخصه، برای خود عربا مشخصه. این هستش که مثل بچه های بهانه‌گیر بعضی وقتا این کارا رو انجام میدن، دهنکجی میکنن، بعد میدونن میرن توی بغل رئیسشون میشینن و رئیسشون هم بهشون گفته که بی خودی این کارا رو نکنید و اینها عاقبتشون 5 سال 10 سال بیشتر نخواهد بود. اینها دیگه رفتنی هستن و از چند وقت پیش شروع شده و این بدون شلیک یک گلوله اینا از بین خواهد رفت. و در ضمن ایران سیاستش این هستش که در اون منطقه هیچ جنگی، هیچ برخوردی شروع نشه. چرا؟ ایران میخواد محافظت کنه از 80% ذخایر شناخته شده نفت و گاز که در اون منطقه هست، عراق و ایران و عربستان و کویت و بقیه این خلیج فارس، 80% از ذخایر نفتی دنیا اونجا هست و ایران به چین، به ژاپن، به هندوستان، به تمام اونهایی که احتیاج به این نفت دارن، به اونها قول داده که اجازه شلیک یه گوله توی این منطقه نده که این اغتشاش اینجا نشه. همه اونا هم ایران رو قبول دارن، عربستان رو قبول ندارن. اینی که عربا دارن اون نفسهای آخرشون رو میکشن و این کارا رو انجام میدن. ما امیدواریم که اینها با صلح و صفا برن از اینجا و این مملکتی که به اسم خودشون کردن رو پس بدن به مردم عربستان و برن با اون پولهایی که دزدیدن جاهای دیگه برن. دست شما درد نکنه خیلی من. حالا انشالله این مشکل هم حل بشه، ما بتونیم زنده استفاده بکنیم. انشالله رحمان، انشالله قربان شما، افرادت کشفت کنم. برای این دوست ما دفعه پیش هم به ما اطلاع دادن که نمیتونن ببینن، ما اطلاع دادیم که این دگمه هایی هستش که باید بزنید و این چیزها ریفرش بشه و برنامه رو ببینید، زنده ببینید. ما راهی نداریم ببینیم این برنامه حالا داره زنده پخش میشه یا نه. به هر حال امیدواریم که شده باشه و انشالله بقیه هم دیده باشن. خب تلفن هم از کالیفرنیا داشتیم، به احتمال قوی ایشون هم داشتن میدیدن. بله وقت ما داره به انتها میرسه. خیلی تشکر میکنیم از تمام اطلاعاتی که دادید و صحبتهایی که شد. یک چیز کوچولو ما اینجا بگیم، این در انتهای برنامه هست. اخباری بودش که 400 میلیون دلار پول ایران رو که آقای کارتر ضبط کرده بود، سد کرده بود، بالاخره این به ایران داده شد و 400 میلیون دلار ایران 1.3 میلیارد دلار هم بهره داشت، 1.7 میلیارد دلار به ایران پس دادن. و ما یه ذره شاخ نرودیم که اون زمان که آقای کارتر مسدود کرد دارایی‌های ایرانو، اون زمان 20 میلیارد بود یا بلکه بیشتر، 40 میلیارد دلار دارایی ایران محسوب شده بود که حالا دارن میگن 400 میلیارد دلار بوده. و ما اینو انقدر گفتیم که بالاخره یه پولی مثل که پس دادن اون دارایی های ایران بوده پس دادن که باید اقلا 140 میلیارد باشه، نه که 1.7. به هر حال انشالله خیر باشه. بدونید حق بر باطل پیروزه. خوشحال باشید که در طرف حق هستید، حق رو پیدا کنید، در جهت حق بیستید، بدونید که الله سبحانه و تعالی اونهایی که در راه حق هستن دوست داره. تا هفته ی آینده انشاءالله وقت بشه به ما فرصت بدید باز بیایم خدمتتون. تشکر زیاد از حضور شما. تا بعد مرحمت عالی زیاد.
جان و تن من.